زیر این سقف گرد آمدند تا از هشتم مارش روز جهانی زن گرامی داشت با مال آورند. اما سوال اینجاست که روز جهانی زن برای مادری که در نتیجه نبرد فرزند خود را از دست داده و در گلیم غم نشسته است چه معنایی دارد؟ با این همه در این جمع فارغ از این سخنان که یک زن فراهی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند از دستاوردهای سالهای پس این سخن گفته می شود و شرکت زنان در ادارات دولتی را یک دستاورد عظیم حکومت می خوانند. دا اطمینان ورکوم دا کسی چه وکیل صاحبی ویله چه مش په خپل په ولایتي شورا کې خپل په دا صنف کې مش خپل د خوندو عزت ساتلی دی په ټولنه کې به هم خپل د خوندو عزت ساتلی ساتو و دې ته ژمن یو او ښځه او یو خور یو مور چې په ټولنه کې واوسي د هغه د ټولنې هنداره ده په ټولنه کې به انشاءالله هغه به موږ تاسې به پرمختګ لرو. سال 2001 تغییرات بسیار مثبت در وضعیت زنای افغانستان رونما گردید، البته با امضای اتفاقنامه بود. امروز ما می‌بینیم تعدادی از زنان را که در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوش و دوش برادرانشان خستگی ناپذیر کار و فعالیت دارند. زنان در جایگاه نیمی از پیکر جامعه افغانستان که سالهای زیادی از محرومیت را پشت سر گذاشتند، اکنون نیز دچار گسستگی های عمیقی می باشند که مانع از ایجاد یک تشکیل مقتدر گردیده است. در گوشه این محفل مقام های بلند پایه ولایت فراه همچنان به دور از مشکلات فراروی زنان در این ولایت این روز را برایشان فرخنده می خوانند. و یا در ولایت فراه هر جایی که صدای ما را طریق رادیو و تلویزیون می شنوند یا خواهرانی که در سر تا سر افغانستان و بیرون از کشور ما هستند، هشتم مارچ روز بین المللی زن و روزی که از ظهور اسلام به این طرف که حق برای خواهران ما داده شده، این روز بهشون مبارکباد میگم و تبریک میگم. مادر ما، خواهر ما انسان تولد میکنه، در حدیث شریف میاد که با اولین درد از او همه گناهای از او معاف میشه. از هشتم مارچ روز جهانی زن در شرایطی در گوشه و کنار این جغرافیا گرامی داشت به عمل می آید که هنوز هم زنان خشونت های مختلف را تحمل می کنند. در تازه ترین آمار خشونت علیه زنان در ولایت فراه که به دسترس رسانه ها قرار گرفته است، این ولایت با 176 پرونده خشونت بعد از هرات در صدر آمار خشونت ها در حوزه غرب قرار گرفته است. با این حال بسیاری ها بر این باورند تا برای برچیدن مشکلات فراروی زنان باید گام های عملی برداشته شود و روز 8 مارچ به مثابه نقطه آغاز و حرکت برای فتح قلعه صبالعبور فراروی زنان باشد.